خداوند به زیبایی گرانترین نکته خلقت رو اشاره می کند که بر دوش شما آدمیان است. اگر عشق است، اگر تکلیف است، اگر عقل است، اگر ولایت است، اگر خلافت است، که همین است به نظر ما، اگر این امانت رو بر شما دادیم، بدونید انسان ها، برید تو وجود خودتون بیابید چه چیزی این امانت را تبدیل به خیانت می کند. دو چیز: جهل و ظلم. برید اینها رو بشناسید. اگر توانستید ضد اون رو به دست بیارید، علم و عدل رو یافتید، بدونید میشید السلام علیک یا امین الله فی ارضه، میشید امین خدا، امانت دار الهی در این ثروت گرانی که خدای سبحان در وجود به شما داده است و شما رو خلیفه خود در این پهنه آفرینش. خب این بحث انفس است، این سیر انفسی است، این تفکر در انفس و تدبر در انفس است. حالا چیستی، چرایی و چگونگی، بالاخره چرا آمده ایم و وضع ما چیست؟ ای کاش بدانم این که من کیستم، سرگشته با عالم از پی چیستم، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی و نه به هزار دیده بگریستمی. واقعا این نغمه های خوش بزرگان و عقلا رو، این صدای بوعلی است که دیگه از کوچه های افشنه میشنوید شما، و این زمزمه همه عقلان صاحب درد است. مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، دریچه های شعور مرا به هم بزنید، حضور هیچ ملایم را به من نشان بدهید، حتی در کوچه باغهای خاکالود کاشان هم صدای شاعر کاشانی و نقاش کاشانی را هم هم نوای با بوعلی میشنویم. باز سخن از چیستی، چرایی و چگونگی است. اولم یه تفکر رو فی انفسهم. خب حالا این آیه از اینجا اوج میگیرد. اگر این تفکر در نفس بیاید، میدانی چه اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته، به این نتیجه میرسد متفکر: ما خلق الله السماوات والارض الا و ما بینهما الا بالحق. از این سیر درونی انسان ها خواهند آمد به پهنه برونی و آفاق خلقت، و بعد از درون خودشون می جویند حقایق خلقت و حقانیت آفرینش رو. و بعد پایان آیه زیباست: و اجلا مسمی، که این پایان و مرزهای این، و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. اما خیلی از انسان ها به دیدار خدا کافرند، یعنی راه وصول به لقاء الهی هم باز تفکر است. باز اولم یتفکرون فی انفسهم، انسان رو به لقاء هم میرساند. از زیباترین آیاتی که این حوزه رو پیش روی ما میگشاید، یعنی گذشته از حوزه نفس عرض میکنم، اون حقایق کلی وجود و هستی است که قرآن ما رو دعوت به تفکر و تدبر در این میدان میکند. یه نمونه آیه سوره انعام، آیه 32: و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اهرم محکم و قوی میکوبد و ذهن انسان ها رو به جولان در میارد. و مل حیات الدنیا، بیاید یه مقداری تو این زندگی دنیا فکر کنید واقعا چیه این حقیقت این زندگی؟ آیا لعب بودن و لهو بودن یعنی چی در این دنیا؟ بالاخره در گذشته می نشستم، تنبوهن عرض می کنم، کنار این کرسی های قدیم و این پدر بزرگان ما، باز می کردن اونهایی که خیلی اهل ادب بودند و ذوق بودند، شروع می کردن بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیشان نامدار، شاهنامه می خواندند. اونهایی که ذوق لطیفتری داشتن باز می کردند و بالاخره ارساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، حافظ میخواندن، سعدی میخواندن، گلستان میخواندن. و واقعا همینها کتابهای بالینی یه نسلی از آب و خاک ما بود، کتابهای بالینی بود، خدا میداند اینها و چه برکتی و چه آثاری در پی آن بود. گاهی اونها هم که حوصله نداشتن، بالاخره دیگه حسین کرد شبستری میخواندن، آل برسلان میخواندن، بالاخره چیزهای اینچنینی میخواندن. دو از اون سرگرمی های کنار پله های کرسی زمستانی بازی بود به نام بازی شاه و وزیر. بالاخره دور این کرسی نشستند و
اعضای خانواده اینها تقسیم مسئولیت میکردن، یکی میشد شاه و یکی میشد وزیر و یکی میشد دزد و سارق و یکی جلاد و یکی فلان، و بعد اینها این به اصطلاح خودشون رو سناریو رو خوب اجرا میکردن، بخش خودشون رو میخواندن و بازی به پایان میرسید، تمام میشد. بعد گفت گرسنه شام رو بیارید دیگه، بالاخره چی درست کردید بیارید، این پختک رو بیارید بخوریم. بالاخره بازی تمام میشد. وقتی بازی تمام میشد، نه شاهی بود، نه وزیری بود، نه جلادی بود، نه دزدی بود، تمام میشد، همه خودشون بودن. و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو. بدونید این زندگی دنیا یه اعتباره. این دارید این پست ها، این جایگاه های اجتماعی رو دارید بازی میکنید. نکند که اینها این بازی لهوتون باشه، این لعب لهوتون کنه، بازتون بدارد از حقیقت وجودی خودتون، از اونی که باید باشید، و بعد موجب و مانعی باشد که نفهمید ولا دار الاخره خیرون للذین یتقون، که باید چگونه به اون سو قدم نهاد، با چه زاد و توشه و راهله مسیری، از کجا میشه به این رسید. افلا تعقلون. اینو باید با تعقل این حوزه رو خوب بکاوید و یه دنیا شناسی، جهان شناسی، آخرت شناسی، پست شناسی در این جهت داشته باشید. حوزه حقایق کلی وجود میدان عظیمی است برای تأمل و تدبر. از زمینه‌های دیگری که می‌بینیم باز خداوند سبحان مطرح می‌کنه برای تفکر و اندیشه، حالا من اگه بخوام همه آیاتی رو که ردیف کنم فکر می‌کنم خیلی میشه دیگه، حالا بعضی‌ها رو هضم می‌کنم و گذر می‌کنم. سوره مبارکه آل عمران آیه آشنایی است برای ذهن خیلی از عزیزان، آیه 190، ان فی خلق السماوات والارض. ببینید دیگه این حوزه چیه؟ آفاق دیگه. خداوند آفاق و طبیعت رو باز میکند پیش روی متعمقان و متفکران. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، در آفرینش این زمین آسمان ها. ببینید این مدخلی است برای کیهان شناسی، مدخلی است برای آسمان شناسی، آسترونومی، بگید برای زمین شناسی، برای تمام حوزه های این دانش تجربی مفید برای انسان. فی خلق السماوات و اختلاف اللیل و النهار، این آمد و شد و گذار زمان، این تک تک ثانیه و دقیقه و ساعت، این جایگزینی بخش روشن و تاریک، اختلاف اللیل و النهار، لآیات لأولی الالباب، نشانه هاییست برای صاحبان لب و اندیشه. این کلمه لب رو حتما با توضیح بدم امشب، میگم خدمتون در این بحث. خب مثل این آیات این چنینی دیگه من عرض کردم چند آیه رو جا بزنیم. مثلا گاهی بالاخره آره از اون بلندای اندیشه و تأمل ذهن انسان رو میکشد پایین تر. خداوند سوره مبارکه نحل آیه 67، و من ثمرات نخیل و اعناب. بالاخره هم این نخیل و اعناب، این خرما و این انگور و این میوه های این چنینی، تتخذون منه سکرا و رزقا. برید تو همین ها اندیشه کنید، برید تو همین خرما. واقعا الان گمان میکنید که ما میدانیم همه چیز رو در مورد این گیاهان و این پدیده های خلقت؟ به خدا قسم که نمیدانیم، نمیدانیم واقعا. اهل نظر میدانن دوستان، الحمدلله میدان آگاهی و دانش هست. واقعا این خدا چه خصوصیت و عظمتی در این دو میوه قرار داده است که جای جای قرآن همین دو رو با هم مطرح میکنه. اصلا چرا اینقدر خرما و انگور؟ گاهی به جد و گاهی به تنوع خدمت عزیزان میگفتیم خدا چه کرده است با این انگور؟ خدا چه خصوصیاتی؟ اگر میدانید نام درخت انگور در کلام عرب چیست؟ کرم، بنت کرمن یجعلن شیخ شاب. دختر رز میرود به خانه چرخشت، به تعبیر ادیبان پارسی اون دختر رز بنت کرم. این درخت رو میگن کرم. این درخت هنوز سبز نشده است، یه مقداری سبز میشه، برگ های اون در مطبخ خانه ها و آشپزخانه های قدیمی کدبانوی های کمربسته چه چیزها میپختند و میساختند. هنگامی که میوه اون هنوز نورس به نوبر آمده بود، بر سر درخت بود و نرسیده بود، گرفتیم و بالاخره استفاده کردیم. چه بهره ها بردیم از این آبقوره اون که گفتن اون دهان رو به تراوت میرساند. یه مقداری که میوه اون رسید، حکایت امیر سامانی به ذهنمون اومد،
رفتن و ماندگاری و کار به اونجا بکشد که از پیر چنگی رودک تقاضای کمک کند. او بخواند که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، که شاید از زمین از انگورها دل بکند و آنگاه به جای دیگری برفت. میر ماه هست و بخارا آسمان در انتظار است. بخارا این انگور رو فرصت چیدن نکردیم، گفتیم خوش میکنیم محصولی برای منابع صادراتی کشور، بالاخره اون کشمش سبز قلمی کاشمر رو انتخاب کردیم و عرض به خدمتون خصوصیات آن. یه مقداری گذشت، فوصله و فرصت این رو نکردیم، به درون خم ریختیم و اونگاه خل سرکه رو استفاده کردیم که دوای دردهای بسیار این وجود باشد. چه استفاده ها بردیم. بالاخره نتوانستیم این چوبش رو بریدیم و این رو بر سر قلیان‌ها به کلکل نشستن جماعت. دیگه از اون به بعد چیزهایی هم هست که دیگه ما جرأت وارد شدن به اون میدانش رو نداریم، دیگه اون کار دیگران است و نمیشه قیاس کرد. بالاخره خداوند چه خصوصیتی در این قرار داده، چیه در این درخت و چه اسرار و رازهایی است در این کرم مظهر کرامت؟ فرمود اینها میدان است. این نمونه به عنوان نمونه قرآن مطرح میکنند و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منها سکرا و رزقا حسنا، میگیرید این رزق حسن رو، این خوشی ها را. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، اینها میدان تعقلتونه، باید برین تو این حوزه ها تعقل کنید. و همینطور حتی گاه به جایی میکشد، آیه 54 سوره طه، حتی در این حد، کلو ورعو انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، بخورید و بخورانید به حیواناتتون. تو اینم فکر کنید در رفتار و تعاملتون با این حیوانات. البته اینجا نفر بود لقوم یعقلون یتفکرون، گفت آیات لأولی النهی. من همینجا بگذارید بیستم این رو توضیح بدم، ولو میان آیات است. این کلید واژه هایی که ملاحظه فرمودید قرآن به کار میبره، هر کدام حلاوتی دارد. از اسامی عقل در قرآن کریم نهاست. نها از ماده نهی میآید، یعنی بازدارندگی، به دلیل اون که عقل عالی ترین مهاری است که انسان رو از جست و خیز های نابجا کنترل میکند و نگاه، بهترین سلف کنترل است، عالی ترین قوه مهار از درون خدا آدمی. نه شرطه میخواهد، نه شحنه میخواهد، نه نگهبان خارجی. قول نها. لذا هر کجا که بحث تعاملات است، خداوند این کلمه رو بیشتر به کار میبنده. افلم یهدل، ببینید این آیه رو، افلم یهدل هم سوره طه آیه 128، افلم یهدل هم کم اهلکنا قبل هم من القرون. حوزه دیگری رو گشود خدا در طبیعت، حوزه تمدن‌ها رو، وارسی گذشته انسان‌ها رو. اینم نیاز به تأمل و فکر دارد. آیا این هدایت نمی‌کند شما را که قبل از شما خیلی از تمدن‌ها از بین رفتن؟ یمشون فی مساکنهم، شما دارید بر سر گور اونها قدم می‌زنید. کو بانگ جرس‌ها و کجا ناله کوس؟ آیا زمینه خوبی نیست برای تأمل شما؟ بعد می‌فهمد ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. اینجا نهیه رو مطرح می‌کنه خداوند. این جاییست که حاجت به خیشتنداری دارد، جاییست که حاجت به کنترل در رفتار و عمل دیده می شود در اینجا. و اون واژه‌ای که الان دیدید و بگذارید این رو در مورد خود یه آیه براتون مطرح کنم که زیباتر است، می رسید انشاءالله به اون. این تا اینجا طبیعت، یعنی در حوزه انفس اومدیم تو آفاق طبیعت، حالا پا رو بگذارید فراتر، برسید به شریعت. سوره مبارکه بقره آیه 219، یسالون کان الخمر و المیسر، پیامبر سوال میکنن از شراب و قمار. قل فیهما اثم کبیر، بگو اینها اسم زیادی دارد. اثم از اسامی گناه هست. این رو بارها شاید دوستان شنیده باشند از ما که نامهای گناه در قرآن لطافت عجیبی دارد برخلاف خود گناه. زیبایی تو این اسامی قرآنه که این زشتی تو خود گناه هست. اگر خداوند گناه رو به نام‌های متفاوتی نامیده است، عجب نکاتی در این نامگذاری‌ها و در این واژه‌شناسی و اتیمولوژی وجود داره. اگر گناه سیئه است، چون می آزارد، می رنجاند مردمان را و خدا را،
اگر گناه جرم است چون رشته اتصال به با خالق قطع می کند، اگر ذنب است پیامدها برای ما می آورد، اگر اسم نامیده میشه چون عامل سقوط است، در خود لغت عرب از بالای بلندی افتادن رو میگن اسم، گناه عامل سقوط شخصیتی انسان میشه. بزنین قل فیهما اسمان کبیر، بگو تو اینهای عوامل سقوط وجود داره و منافع للناس، اما در این حال منفعت میبرن یه عده، صاحبان کازینو بالاخره این درآمدهای کلان لاس و گاس نمیدونن فلان کجا، اینها که دیگه بالاخره در دنیا حرف میزنن صحبت میکنن، و تولیدات کارخانجات شراب دنیا که این عجب سرمایه کلان است و تولید عجیبی دارد برای منافعشون، و جهات دیگر اون، اما و اسمهما اکبر من نفعهما، اما این زیانهایی که در این پدیده وجود داره نسبت به این منافع ظاهری که دارن واقعا قابل مقایسه نیست. بعد و یسالو، ببینید این دو رو با هم ترکیب میکنه قرآن، و یسالونک، تا همینجا کافی بود برای ما، و یسالونک مازا ینفقون، پیامبر سوال میکنن چی انفاق کنن، قل العف، نه نیاز نیست اگر ندارید، قل العف، عف گذشت رو انفاق کنید، بخشش های خوش اجتماعیتون رو، گشاده رویتون رو انفاق کنید، قل العف. حالا کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، خدا این نکات رو میگه که شما با پای فکر برید و برسید به این حوزه های فلسفه احکام، به این مبانی تشریعی رو با پای فکر و اندیشه وادی به وادی طی کنید و به حقایق زیبای اون دست پیدا کنید. یا مثلا در همین حوزه تشریع، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، از اینجا کار سخت میشه، این کلمه‌ای که میبینید واژه غریبی است، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، خطاب رو خداوند به لب میکند و اولی الالباب، در این قصاص ها استعداد دارید، در این سالهای اخیر خیلی از کشورها مجازات اعدام رو برداشتن، خیلی از اونها برگشتن، در خود ایالات متحده امریکا همینطور بود، برگشتن مجدد قانون وضع کردن، نمیشه احساس کردن نمیشه به این شیوه رفتار. اخیرا دیدید که چند مورد جدی بود که اعدام شدند با بسیار شنایع جنایی. ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص برای شما حیات هست، اصلا زندگی تو قصاصه. قصاص چی؟ یعنی قصاص کشتن، یعنی زندگی رو کجا پیدا کنید؟ تو مرگ، مرگ درون زندگی، زندگی درون مرگ. شما اگر انضباط و اقتدار حقوقی و کیفری رو در جامعه ثابت کنید، تضمین حیات اجتماعی میکند برای مردم، این امنیت اجتماعی که شما ایجاد میکنید زندگی رو به موج در میآورد، نشاط اجتماعی میده، حیات رو تضمین میکنه برای مردم. اما رسیدن به این حقایق یا اول الالباب، این لب میخواد. حالا ببینید، چون خیلی این کلمه لب رو خواهیم شنید در این آیاتی که عرض میکنم، من همینجا عرض کنم، از اسامی عقل لب است، خداوند لب رو مطرح میکنه در قرآن، اما میدونن دوستان لب غیر عقل است، من این تمثیل رو به کار میبرم برای روشن شدن معنا، تنوعی هم باشد خستگی ذهنی برای دوستان نیاید. بالاخره میرید به فصل خرداد و عرض به خدمتون این ایام، میرید به این بستان و این باغستان و میبینید این بادوم ها بر سر درخت، اینها سبز و اونچنانی، و این دوستان نوجوان ما خیلی دوست دارن اینها رو میکنن از درخت و زیر دندان میذارن، یه ترش مزگی خوبی هم دارد و اینو یه فشاری میدن میخورن، لذت میبرن. میرسد گرمای تیر ماه، مرداد ماه 40 درجه، 45 درجه، آفتاب میتابد، میکوبد این میوه ها رو، به گونه ای که شهریور میرید پای این درخت بادام، اول شهریور نگاه میکنید میبینید این پوسته روی بادام سبز رنگه باز شده است، از درخت میکنید اون پوست رو به کناری میزنید، بعد میرسید به اون پوسته چوبی، پوسته چوبی رو میشکنید، اون هسته رو بیرون میارید، بعد این هسته رو یه لایه داره، یه لایه کرمی و قهوه‌ای رنگ، اون رو هم بر میدارید، بعد میرسید به یک مغز سفید زیبای خوشخور لذیذ،
خوشمزه عالی. میگذره درون دهانتون، نوش جان میفرمایید. اسم این مغز در کلام عرب لب است، این میشه لب. اون سلایی که روی اون گرفتید قشره. شما قشور رو، قشرها رو برداشتید، رسیدید به لب. لب یعنی خرد ناب، یعنی عقلی که بر آن قشر نباشد. چون متاسفانه عاقلان، عرض به خدمتون، منو این کار شراب این چه حکایت باشد، آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد. گاه اینطور میشه دیگه، عقل گاه لایه هایی میگیرد، قشر هایی میگیرد روی اون رو. خیلی چیز هاست که قشر عقل میشن. وقتی این قشرها رو برمیداریم به لب میرسد. لذا بدونید هر جا در قرآن اولو الالباب میاد کار سختی است، خیلی سخت است. باید خیلی مبارزه کنه انسان با چیزهایی تا به این لب دست بیابد. فرمود یا اول الالباب، این خطاب رو به اول الالباب. و حالا من نمونه های بعدی رو میگم دیگه، کوتاه میکنم سخن رو. در حوزه طبیعت یه قدری فراتر بیایم، میبینیم که شاید بسنده کنیم به این آیات زیاد است. بعد از نگاه به حوزه تفکر میتوانید در قرآن به زیبایی نتایج تفکر رو ببینید. یعنی فکر و تفکر چه میکند با انسان. آیات عجیبی در قرآن داریم، خیلی زیباست. دستاوردهای فکر رو قرآن بررسی میکند و تفکر رو. به عنوان نمونه، اولین چیز شناخت خود اوست، این نتیجه تفکر است. هازا آیه 52 سوره مبارکه ابراهیم، هازا بلاغ للناس ولینذروا ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. این بلاغ، این تبلیغ میاد گفته میشه، مردم انذار میشن، مردم بیدارگری میشن، بعد خواهند دانست که خداوند اله واحد است، که این نتیجه تذکر اولو الالباب است. هنگامی که لب در وجود انسان به صحنه می آید، بعد از نشانه های این لب اینه که انسان دلداده می شود، اینه که انسان به شناخت توحیدی، این که به گام های توحید. بعد می تونید خطبه اول نهج البلاغه رو باز کنید بخونید، بعد می تونید خطبه اشباح رو بخونید. اقویاء العقول می شن متعلهین، الهیون قوی و مستحکم در میدان معرفت و توحید، که دیگران به گرد پای اونها هم در معرفت الله نمیرسن. از برکت اون الباب و اون تفکرات و اندیشه های نابشون. همون که یا علی و مردمان هنگامی که با بر تقرب میکنن، تو با عقل تقرب کن به خداوند سبحان. از نتایج دیگر، شناخت خود آیات الهیست، یعنی شناخت وحی و تنزیل. سوره مبارکه رعد آیه 19 هم از نتایج تفکر رو قرآن مطرح می کند. افلم یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. اگر اولو الالباب به صحنه بیان، بعد می فهمن اینی که نازل شده است از سوی خداوند حق است. اما اینجا چی گفت؟ لب رو گفت. یعنی با چی باشه؟ قشرها، قضاوتهای عاجلانه، قضاوتهای از پیش تعیین شده، بی انصافی ها، عشق های افراطی، بغض های افراطی. اینا اگر به کناری برود، اونگاه از پس پرده عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد، خود رو نشان میدهد و جلوه آرایی میکند. و مثل این آیات زیاد داریم، حتی از مهمترین این آیات که دیگه فرصتی نیست من رو عرض کنم، آیه 7 سوره آل عمران، که از سنگین ترین و پیچیده ترین آیات قرآن است. بحث محکمات و متشابهات و بعد که این بحث سنگین رو خدا مطرح میکند، بعد میفرماید که در پایان آیه و ما یذکر الا اولو الالباب، صاحبان لب و تفکرن که میفهمن این مطالب رو، این تقسیمات قرآن رو، متشابه چیه، محکم چیه، اوج تشابه کجاست، لذت متشابه در چیست. اینها به اونجا میرسد که این رو درک میکنن و استفاده میکنن. از نتایج دیگری که سریعا و گذرا عرض می کنم، خیلی زیباست این آیه، دقت بفرمایید. اصلا
شناخت به عبادت و علم، رغبت به عبادت و علم رو قرآن از نتایج تفکر میداند. امن هو قانتون آلا اللیل، آیا میدونید اون کسی که شب برمیخیزد، آنا اللیل تو دل شب، ساجدن و قائمن بر خاک میافتد، بلند میشه، یحذر الاخره، نسبت به آینده هدف گذاری میکنه، فکر میکنه، و یرجو رحمت ربه، دلبسته رحمت الهی میشه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونهایی که میدانن اونهایی که نمیدانن یکی میشمارن یکی میشمارید؟ انما یتذکر، این موضوعات مال کیه که اینا رو میفهمه؟ نتایج چیست؟ انما یتذکر اولو الالباب، این کار اولو الالبابه که میفهمن لذت اون عبادت چیست، میفهمن لذت این دانش و علم چیست. این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست. و مثلا دیگه از واقعا نتایج این آیه معروف، از این زاویه نگاه کنید، شناخت انتخاب پسندیده و شایسته، این راه از نتایج و دستاوردهای تعقل و تدبر است. آیه 18 سوره زمر، الذين يستمعون القول فبشر، اشارت بده به اون بندگانی که يستمعون القول فيتبعون احسنه، میشنون اقوال و نظریات رو، بهترین اون رو انتخاب میکنن. اولئک الذين هداهم الله، اینها کسانی هم که خدا هدایتشون کرده است. و اولئک هم اولو الالب، شناخت راه های درست کاری کیه؟ نتیجه لب است و اولو الالب است. به عنوان آخرین نکته اگر عرض کنم، دیگه شناخت مردم، مردم شناسی هم از اینجا بیرون میاد. آیه 100 سوره مائده، قل یا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. شما گمان نکنید خبیث و طیب، انسان هایی که خبث دارن، شقاوت دارن، و انسان هایی که پاکیزند، لذت میبره انسان وجودشون، نامشون، شخصیتشون، اصلا لذت میبره در صحبت و گفتگو و یادآوری اینها. آیا گمان میکنید که اینها یکی هست؟ کی میفهمد اینها رو میشناسه درست؟ فاتقوا الله یا اولی الالباب، این کار اولی الالبابی که میفهمن مردم شناسی درست از دستاوردها و نتایج این لب و عقلانیت این جماعت. و آخرین سخن رو من عرض کنم خدمت عزیزان، وقت به درازا کشید، اما همین فکر با تمام خوبیش گاه چی میشه؟ متاسفانه این توانمندی مانند همه نعمتهای الهی در مسیر ناپسند و ناسواب به کار بسته می شود. متاسفانه سوره مبارکه مدثر آیه 18 هم، وقتی خداوند ماجرای اون بزرگ مکه رو مطرح می کند، ولید ابن مغیره مخصومی، زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مولا ممدودا و بنین شهودا، این یک تنه 72 سال سن، 10 تا پسر، بازار وادرات و صادرات مکه رو قبضه کرده، صنعت و اقتصاد و همه چی دست اوست. اما هنگامی که منافع او در خطر می افتد با آمدن پیامبر، بعد چه می کند؟ خداوند می فهمد انه فکر و قدر فقتله کی فقدر، نشست فکر کرد، فکر کرد، اومد وارد مسجد الحرام شد، دید داره پیامبر میخونه، انذرتکم صاعقتا مثل صاعقه عاد و ثمود، این آیات سنگین رو شنید، گفت یه بار دیگه بخون پسر عبدالله، خون پیامبر، دستها رو به گوشش گرفت، رفت درون خانه نشست. سه شبانه روز گذشت، بیرون نیومد، تو کوچه بچه های مکه تصنیف میخواندن، سبا ولیدون سبا ولیدون، ولید برگشت، ولید برگشت. ابو جهل اومد، گفتن تو برو زبانشو میفهمی، شما هم زبان همی، تو برو این چی میگی؟ اومد گفت تو قبول کردی دیگه؟ گفت به لا توزا قسم، اون چه شنیدم از فرزند عبدالله سخن بشر نیست، شعر نیست، سخن جن نیست، حلاوتی دارد، اصالتی دارد، شیرینی دارد. گفت تمام؟ گفت نه احمق، من نشستم دارم فکر میکنم که جواب این حق را با کدام باطل بدم که بتواند این حق را از بین ببرد. انه فکر و قدر، تقدیر، حسابگری، هندسه و اندازه و تفکر، برای چی؟ برای اینکه بخواهد این حق رو محو کند. ثم قتل، کشته باد این چنین فکری و متفکری، کیف قدر.
نابود باشد چنین فکر و صاحب فکری، جامعه از شر او در امان و بهتر خواهند بود. این هم فکر منفی در قرآن. عزیزان، خدای سبحان در جای جای این کلام ما رو دعوت به تفکر و تأمل و تدبر در حوزه شریعت و طبیعت، تکوین و تشریع، جان و جهان می کند و دستاوردهای اون رو هم در کلام خودش به ما نشان می دهد. برون رفت ما از جهل مداری، از عادت باوری، از ظاهر پنداری و سطحی انگاری نیست، مگر قوه تدبر و تفکر. بگذارید که ختم کلام و سخن رو با ابیاتی که قسمتی از اون به عنوان مسئله سائر و مشهور بر زبان شما جاری است، با یاد پیر قونیه به پایان برسانیم که چون تو جزو دوزخی پس هوش دار، جزو سوی کل خود گیرد قرار، چون جزها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. چون تو جزء دوزخی، اگر جوری رفتار کردی که احساس میکنی یه بخشی از جهنم تو وجود توست، حواست باشه، چون تو جزئی که به سوی آن کلت خواهی رفت. ور تو جزو جنتی ای نامدار، عیش تو باشد ز جنت پایدار. اگر تو تونستی یه بهشتی تو وجود خود درست کنی، تو بهشتی، تو بخشی از بهشتی واقعا. چون تلخ با تلخان یقین ملحق شود، این قاعده است و قانون است، سنخیت هاست، تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کی دم باطل قرین حق شود؟ کجا میتواند دم باطل با حق همزیستی بکند؟ کی دم باطل قرین حق شود؟ حال که این چنین است، بدان ای برادر تو همان اندیشه، برو بجو در وجود خودت ای برادر تو همان اندیشه. ما بقی خود استخوان و ریشه، گر بقت اندیشت گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه گلخنی. متشکرم از همه خانم ها و آیان و سلام علیکم و رحمت الله. صلاة تكون أمانا لنا. الله 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 الله.